سلام بچه ها حالتون چطوره خوبین سلامتین آقا توی این ویدیو میخوام بهت آدرس دادن و آدرس گرفتن رو توی انگلیسی یاد بدم چجوری آدرس بدیم آدرس بگیریم مسیر نشون بدیم و چجوری اینا رو بپرسیم توی سفر یا وقتی که مثلا به یکی برخورد میکنی یه توریستی برخورد میکنی بهت میگه که آقا مثلا فلان هتل کجاست پای بهش آدرس بدی بگی از این طرف برو از اون طرف برو بسیار درس جذاب و مهم برای همست. هم است همونایی که توی ایران دارن زندگی میکنن هم دوستانی که خارج از کشور هستن که خب اونا خیلی بیشتر با این قضیه درگیرن بریم با هم شروع بکنیم بدون معطلی و امیدوارم که این درس براتون مفید باشه تا آخر شما همراه باش آقا برای شروع اول باید از کجا شروع کنیم آها آه اینو بگم بچه ها وقتی که میخوایم در مورد آدرس دادن یا آدرس گرفتن صحبت کنیم دو جا این اتفاق میفته یه جا توی شهر مثلا تو خیابون یکی رو میبینی ازت آدرس میپرسه مثلا آقا بانک کجاست فلان بان... بانک, ملت کجاست مثلا آدرس میدی از این وبرو خب یه جا هم تو ساختمونه مثلا رفتی دانشگاه میخوای بپرسی آقا سرویس بهداشتی کجاست اول شهر رو کار میکنیم بعد میریم سراغ وارد ساختمون میشیم بریم هم شروع کنیم خب اول نشون دادن مسیر و آدرس دادن داخل شهر اولین چیزی که باید یاد بگیریم یه سری کلمه است یه سری کلماتی که اینجا کاربردی هست و به ما کمک میکنه بهتر بتونیم صحبت بکنیم کلمه اول اونیو اونیو به معنی خیابونه اما خیابونی نیست که دور برش خیلی رفت آمد باشه یا خونه باشه و اینا بیشتر حالت درخت درختی داره اینجوری حالت درختی داره مثلا شنیده مثلا میگن خیابون کاج خیابون سرف خیابون کوچه درختی مثلا اینجوری دیدین تو هر شهری از این کوچه ها هست اینو بهش میگیم اونیو اونیو اوکی پس خیابون های وسیع بزرگ و میشه گفت اونایی که دوربرش طبیعت و سبزه و درخت و اینهاست ما بهش میگیم اونیو اونیو او اوکی بعدیش کراس رودز هست کراس uh, رودز همون چهار راه میشه خب اما بیشتر برای خارج از شهره یعنی تو هومه شهره تو محله های روستاییه میگیم کراس رودز چرا میگیم کراس رودز چون چهار تا جاده است دیگه اوکی یعنی در واقع دو تا جاده است که از وسط هم رد شده برای همه میگیم کراس رودز اسم میگیره کراس رودز بعدی استریت فرق اونیو و استریت اینه که استریت حالت شهری داره شهریت داره مردم رفت و آمد میکنن خونه هست دور و مغازه و از این چیزا پس استریت نسبت به اونیو کوچیکتره و وسعتش کمتره شاید اصلا ارزش هم کمتر باشه اوکی پس تفاوت استریت و اونیو رو اینجا یاد گرفتی استریت اونیو این هم از کلمه استریت استریت بعدی intersection intersection همون کراس رودز میشه یعنی همون چهار راهه اما داخل شهر بیشتر تو مناطق شهری میگن uh, intersection اوکی okay? پس کراس رودز داریم یه intersection داریم این هم از این بعدی چیه راوند اباوت راوند اباوت یعنی میدون میدون رو میگیم چی راوند اباوت راوند اباوت راوند اباوت حالا اینو به ما کمک میکنیم ما مثلا میخوام بگم آقا ب... مثلا میخوام میدون رو رد کن میدون برو دست چپ میدون برو دست راست اینا را باید بلد باشیم دیگه بریم ادامه خب آها یکی دیگه هم هست علی علی به معنی کوچه علی 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 به من تکرار کن علی یه بار مرور کنیم پس اولی شد اونیو دومی شد کراس ستریت انترسکشن، راوند اباوت اند علی اوکی ایت حالا مکانهای مختلفی که ما داخل شهر داریم اینا رو هم یاد بگیری خوبه اولی اپارتمنت آپارتمان ایرپورت فرودگاه بنک بانک باربر شاپ همون آرایشگاه بوک استور فروشی برگر رستوران کافه به معنی کافه کندی استور فروشگاه یا بهش گفت که شیرینی فروشی چرچ کلیسا سرکس سرکس به معنی سیرک کلینیک کلینیک کلوینگ ستور لباس فروشی کافی شاپ کافی شاپ به معنی کافی شاپ دراگ ستور داروخونه که ما در واقع میتونیم از فارمسی هم استفاده کنیم دراگ ستور یا فارمسی فکتوری به معنی کارخونه فلوریست یعنی گل فروشی فایر استیشن آتش نشانی گس استیشن به معنی پمپ بنزین هایوی به معنی آزاد راه یا بزرگ هاسپیتال به معنی بیمارستان هتل میوزیم موزه مووی تیاتر سینما پست آفیس پلیس استیشن یا اداره پلیس فارمسی همون دارو خونه میشه اما بیشتر توی بریتیش کاربورد داره رو بیشتر امریکن فارمسی بیشتر بریتانیاییه اما میتونیم به جای هم استفاده کنیم restaurant, restaurant, school, store, supermarket, train station and zoo. پس این محله ها و مکان های متداولی هست که ما توی شهر داریم. خب بعدی قسمت بعدی که باید یاد بگیری و بهش تسلط داشته باشی حروف اضافه مکانه. باید حروف اضافه رو بدونی. مثلا میخوای بگی آقا این مغازه بغل بانکه یا روبروی پارکه این رو باید بلد باشی بگی. اینجا از حرف... حروف اضافه استفاده میکنیم اولیش next to هست به معنی کناره، بغل مثلا من الان کنارم یه صندلی دیگه هست there is a there is a there is a chair next to me there یه دونه صندلی next to me, me. کنار منه across from یعنی روبروی جلوی روبه اون طرف خیابون اوکی okay? یه موقع میخوای آدرس بدیم خب میگه اون طرف خیابونه میگه across from it's across from Inside, یعنی داخله behind پشته من الان پشت میز نشستم I'm behind the desk behind the desk. بعدی آن میشه روی آن روی in front of جلویه الان این میز جلوی منه فرقش با across from چی؟ across from برای خیابون میشه اون طرف خیابون خب ولی این front of یعنی همون جلوش مثلا یه چه یه, مقا... یه ساختمون رو در نظر بگیر جلوش اومدن مثلا یه چند نفر دستفروش دارن لباس میفروشن اینو نمیگیم اکراس فرام میگیم این فرانت اف دی بیلدینگ بعدی نیر به معنی نزدیک بای هم همون معنی نزدیک رو میده بتوین یعنی بین مثلا میخوای بگی بین مدرسه و شرکت پست اداره پست از پرسه که مثلا آقا بانک کشاورزی کجاست میگه it's between It's between the school and the post office. Yeah, it's between the park and the post office. بین پارک و پست. پس وقتی between رو میاری باید دو تا چیز رو بیاری. Beside هم که یعنی کنار یا نزدیکه Okay, پس next to, across from, inside, behind, on, in front of, nearby, between و beside. حالا برای اینکه اینا رو بهتر درک بکنید بعض چند تا شما شکلم براشون براتون گذاشتم. In, on, under under next to کنار behind پشت behind مثلا میخوای بگی مدرسه ما پشت پارک our school is behind the park behind the park اینها رو ما با چی میاریم بعد از ایز میاریم our school is behind in front of جلوی between هم که یعنی بینه خب حالا بریم سوالات و جملات متداول برای پرسیدن مکان آقا میخوای بپرسی که فلان چیز کجاست یا من چجوری برم اونجا میشه لطفا منو راهنمایی کنین چجوری برم حالا به سبک های مختلف اومدم جملات مختلف رو برات گذاشتم خب که تو هر موقعیتی بتونی از هر کدوم که میخوای استفاده کنی یه موقع اون یادت اون یکی رو استفاده کنی بریم با هم شروع بکنیم Uh, اولی چیه؟ میگه How do I get to the police station? How do I get to the police station? بچه ها این کلمات قرمز رو خیلی راحت میتونین با کلمات دیگه تغییرش بدین مثلا اینجا داره میگه من چجوری برم به اداره پلیس؟ شما بگو من چجوری برم به مثلا پست آفیس How do I get to the post office? پس کافی کلمه رو بذاری تو این ساختار ساختارش ثابته الگوش ثابته فقط نیازمند اینه که تغییر کلمه بدی جملت رو عوض بکنی طبق نیاز خودت اوکی؟ من اینجا نه بهت گرامر دارم یاد میدم نه دارم بهت چیز اضافی یاد میدم نه ساختار رو یاد بگیر How do I get to How do I get to چطور برم How do I get to the park How do I get to the police station How do I get to the post office How do I get to the, get to the For example uh, Drug store چجوری برم دارو خونه What's the best way اینم یه جور دیگه شد میخواه بگی که بهترین راه چیه What's the best way to get to the supermarket دوباره سوپرمارکت رو عوضش کن What's the best way to get to the bank What's the best way to get to the pharmacy? What's the best way؟ پس این کلمه رو بیذاری توی ساختار به همین راحتی و به همین راحتی صحبت میکنی بدون اینکه درگیر گرامر باشی گرامر این best way best اینجا چی؟ آقا این توضیح داره زیاد اوکی؟ پس درگیر خیلی درگیر گرامر وقتی میگم نشو نشو اینجوری یاد بگیر الگو رو یاد بگیر ساختار رو یاد بگیر و همینجور رو جلو بعدی where is ساده ترینش آقا میخواه بگی کجاست where is the church hey where is the church آقا کلیسا کجاست where is the church میدونید ماسک میشه مسجد حالا ما مسلمان ها ماسک داریم اونا چی دارن؟ چرچ دارن بعدی could you tell me where the shoe store is آقا این معدبانه شا could you tell me where اونجا و آخرش is Could you tell me where the shoe store is? Could you tell me where the restaurant is? Could you tell me where the drugstore is? Could you tell me where the gym is? آقا باشگاه این باشگاهی که میگفتی کجاست؟ Do you know where? این هم مثل اونه ولی معنیش میشه میدونی که کجاست Do you know where the اونجا و آخرش is Do you know where the post office is Do you know where the school is? Do you know where uh, the pharmacy is? To give you the pharmacy, the drug store, Do you know where the coffee shop is? Oh, we don't coffee shop. Where can I find? Where can I find? کجا میتونم پیدا کنم؟ Where can I find the nearest bakery? نزدیکترین نونوایی یا شیرینی پزی کجاست؟ دوباره اینجا the nearest bakery رو تغییرش بده مثلا بگو the nearest bank the nearest park کجا میتونم نزدیکترین پارک رو پیدا کنم کجاست where can i find the nearest park is there a shop around here is there a shop around here پس اینم یه جور دیگه شه is there a shop is there a bank is there a park is there a drugstore is there a pharmacy is there a coffee shop is there a cafe Okay, is there, a restaurant? is there a restaurant? around here? اصلا رستوران Is there a hotel around here? این هست اصلا و یه جور دیگه هم سوالی نیست حالت خبریه I'm looking for I'm looking for the supermarket دنبال سوپرمارکت یا a supermarket فرق نمی کنه اگه اون اه, البته اینجا بهتر بگیم a supermarket یا بگیم a park چون شما دونید اونجا نمیشنسی که پس بهتر بگی I'm looking for a park من دنبال یه پارک مثلا یه کاری داری مثلا آقا می‌خوای دستشویی دنبال سرویس بهداشتی می‌گردی کجا سرویس بهداشتی تو پارکه. میری از یکی می‌پرسی آقا sorry I'm looking for a park یا مثلا میگه که where is the restroom where is where is the restroom یا yeah. could you tell me where the restroom is یا yeah. how do I get to the restroom the, uh, public restroom public restroom میشه دستشویی یا سرویس بهداشتی عمومی public where where can i find the public restroom Where is the public room؟ به روش های مختلف تو میتونی این جمله رو به دلخواه خودت بیان بکنی حالا میریم عبارت های متداول برای پاسخ دادن آقا یه نفر میاد از تو آدرس میپرسه تو میخوای بهش بگی آقا مستقیم برو برو چپ برو راست نمیدونم دور بزن از اون ور برو از این ور برو این, ور برو. این وریه اون وریه Go straight on یعنی مستقیم برو It is this way این طرفیه پس go straight on این خیلی کاربردیه تو خیابون یه نفر میاد از ازت آدرس میپرسه و مستقیم که بره میرسه میگه go straight on go straight on حالا بقیه شو بهت میگم go under the bridge برو زیر پل go back برگرد turn right برو راست cross رد شو مثلا cross the bridge یعنی از پل رد شو opposite طرف مقابل اون طرف at the end انتهام مثلا میگیم at the end of the street at the end of the alley آخر کوچه turn back برگرد turn back دور بزن it's that way that way میشه اونوری this way میشه اینوری go over the bridge turn left go along go along یعنی همینو برو همین مسیر رو ادامه بده take the first road on the right اولین جاده سمت راست take the second road on the left دومی جاده سمت چپ just around the corner هم که یعنی اون گوشه اون نبش خیابون رو میگن corner corner of the street خب پس این عبارت های متداول هست مثلا فرس ما میخواه که آقا مستقیم برو بعد برو روی پول go straight on go over the bridge بعد برو سمت چپ turn left and go along همینو برو go along it's مثلا on, on, your left on your left سمت چپ on your left سمت چپته on your right سمت راستته پس این عبارت ها برای پاسخ دادن و آدرس دادن و مسیر نشون دادن توی انگلیسی خب میتونیم از اینام استفاده کنیم بچه برای اینکه جملاتمون رو کامل ترش بکنیم مثلا بگیم the easiest way is to و بیایم اینا رو بهش ترکیب کنیم the easiest way is to go straight و ادامهش یا مثلا بگیم the quickest way سریع ترین راه the best way is to بهترین راه اینه که the best way is to go under the bridge بری زیر پل then go straight on and uh, turn back then مثلا um, turn, turn left and turn right اینجوری پس همینجور پشت سره هم آدرس میدیم uh, پس این ستا رو هم میتونی استفاده کنی برای اینکه جملات تو کامل تر کنی مثلا میخوای به نفر میخوای بگی آقا بهترین راه اینه سریع ترین راه اینه راحت راه هم اینه کدومش رو میخوای بری طرف میگه مثلا آقا بهترین راهو بگو میگی the best way is to و فلان فلان فلان, فلان. لب 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 لب. این از آقا وقتی آدرس رو نمیدونی میتونی بگی I'm sorry I'm not from here من مال اینجا نیستم یا I'm afraid I can't help you یعنی متاسفانه نمیتونم بهتون کمکی بکنم I'm afraid یعنی متاسفانه متاسفانه باید بگم که Sorry, I don't know my way around here. ببخشید من اینجا خیلی مسیر و راه ها رو نمیشناسم. خیلی بلد نیستم. I don't know my way around here. خب یکم با هم تمرین داشته باشیم. اینجا پرسیده که How can I get to the Chinese restaurant? آقا فرض کنیم من اینجام. من دم پست آفیس ایستادم خب میخوام برم به رستوران چینی اینجا مسیرم چیه مسیرم اینجا میام 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 اینجا به میپل که رسیدم میپیچم دست چپ روبروی کجاست روبروی گروسری استور دیگه و کنار بین بانک و کتاب فروشیه پس من اینجام دیگه میگم که چی میگم؟ میگم the easiest way راحت ترین راه is to go straight on main street راحتترین راه اینه که اول مین استریت رو مستقیم بری then turn left on maple street turn left این سمت چپ it's between the bank and the book store across from the grocery store روبروی grocery store هست اوکی okay. یا مثلا یکی دیگه کار کنیم What is the best way to get to the movie theater؟ آقا من آمدم رستوران چینیه حالا میخوام بیام به تا سالن تئاتر یا همون سینما چجوری بگم؟ میگم که go straight on maple street آقا میپل street رو برو مستقیم then turn right on main street سمت بپیش سمت راست روی مین street خیابون اصلی سمت راست بیا چی after that turn right on davis حالا بپیش دست راست توی خیابون دیویس It's next to کجا بود؟ It's next to the parking space یا parking lot کنار پارکینگ Across from the news stand روبروی یا اون طرف دکه روزنامه فروشی پس نیوز استند همیشه روزنامه فروشی حالا این کلمات که اینجا هستم خیلی جالب و کار بردی حتما اینا رو یاد بگیرید اه, مثلا اینجا پیفون کلمه قشنگیه این میشه گفت که تلفنایی که پول میدی پول میندازی توش میتونی حرف بزنی این از این یکی دیگه آقا اینو شما بگی کجو tell me where the drug stories ویدیو رو پاز بکنید و اینو پیداش بکنید من اینجا بودم دیگه اومدم اومدم سینما حالا میخوام برم به داروخونه که اینجاست چجوری برم مسیر رو به من نشون بده و دقیق به من بگو ببین مثلا الان دراگ استور رو میتونیم بگیم جلوی, جلوی استخره In front of the swimming pool یا میتونیم بگیم کنار دستشوی عمومی It is next to the public restroom okay? پس اینو کاملش رو میتونید تو کامنت هم بنویس uh, بریم ادامه جملات کاربرد و مهم دیگر رو میخوایم با هم کار کنیم مثلا میخوایم بگی که از اینجا تا اونجا یه پنج دقیقه است It's about five minutes from here It's about five minutes from here یا مثلا میخوایم بگی پیاده 10 دقیقه است. It's about a 10 minute walk. پیاده 20 دقیقه است. It's about a 20 minute walk. It's about a 5 minute walk. پیاده 5 دقیقه است. It's easier if I can show you on the map. اگه بتونم رو نقشه بهت نشون بدم خیلی بهتره خیلی راحت تره. مثلا توریسته اومده بهت میگه که آقا کجاست کجاست بعد تو گوشیتو در میاری میری سری توی مپت توی نقشت میگه آقا اینجوری بری بهتره. It's easier if I can show you on the map. راحت تره برام که بینون روی اینجا نشونه داد نشونش میدی You'll see a bank مثلا میگه آقا مثلا داری میری مثلا داری آدرس میدی میگه خب مستقیم برو یه بانک میبینی بعد بانک You'll see a bank یا You come to a bank You'll come to a bank معمولا با ویل میگن با زمان آینده میگن دیگه You'll come to a bank یعنی میرسی به بانک یا You'll see a bank Then سپس و ادامش Go on for about 2 minutes. دو دقیقه برو جلو دو دقیقه برو ادامه بده یا go on for about a hundred meters یا صد متر برو بالاتر پس میتونیم زمان بدیم میتونیم مسافت بدیم خب چند تا مثال کاربردی کار کنیم فرض کنید نفر از ما یک آدرسی پرسیده میگیم go straight on go past the traffic lights یعنی Um, چرا قرمز رو رد کن گو past یعنی رد کن مثلا میخوام بگم بانک رو رد کن گو پست بانک the bank یا گو پست پارک پارک رو رد کن یو ویل سی ا شاپ اون دی یه مغازه سمت راستت میبینی گو past that اونم ردش کن and it's on the right next to the bakery سمت راست کنار نونواییه کنار شیرینی پزیه it's next to the بیکری on the right ببین سمت آن اینا رو با آن معمولا میگیم on the right چون روی یک سطح دیگه خیابون یک سطح همه اون حالا مغازه ها خونه ها روش قرار دارن میگیم آن یکی دیگه go straight on then take the first left یعنی اولین فرعی سمت چپ و بپیچ take the first left on the on to green street ها. Take the first left on to Green Street. یعنی yani, uh, اولین ورودی سمت چپ برو داخل Green Street. Walk past the library. یعنی yani, uh, پیاده از پیاده که داری میری از کتاب خونه رد شو عبور کن It's the building next to the library on the left اون uh, ساختمون است که کنار کنار uh, کتاب خونه سمت چپ On the left On the left, on the right سمت چپ، سمت راست یکی دیگه go straight on go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout انقدر برو تا میرسه به میدون at the roundabout turn left میدون رو برو دست چپ at the roundabout میدون که رسیدی turn left برو دست چپ go past the theater سینما رو رد کن it's the building next to the theater ساختمون است که کنار سینما است opposite the hospital یعنی مخالف یا رو روبرو رو مقابل بیمارستان اپوزیت یا همون اکراس فرام فرق نمیکنه خب این تا اینجا به اتمام رسید حالا میریم سراغ نشون دادن مسیر و آدرس دادن داخل ساختمون تو دانشگاهی توی مثلا اداره جایی هستی ازت آدرس میپرسن یا میخوای آدرس بدی دستشویی کجاست اتاق مدیریت کجاست اتاق معاونت کجاست اینا رو چجوری بگیم فرق میکنه با داخل شهر بریم که این قسمت هم کار کنیم خب اول از همه میخوایم عبارت های مناسب رو در داخل ساختمون یاد بگیریم آقا go forward یعنی برو مستقیم برو walk along همین رو ادامه بده همین رو مستقیم برو downstairs به معنی طبقه پایین که برعکسش میشه upstairs Take the elevator یعنی با آسانسور برو کلا ما این کلمات مثلا آسانسور و پله و پله برقی و اینا رو با take میگیم Take the stairs Take the elevator Take the escalator Escalator میشه همون پله برقی Go out برو بیرون It's right here بخواهم میگیم همین جاست مثلا طرف ما آقا اتاق مدیریت کجاست میگیم آقا همین جاست It's right here Turn left برو چپ Turn right At the corner اد کورنر یعنی به مثلا به گوشه که رسیدی به نبشش گره به تهش که رسیدی. برو دست چپ upstairs طبقه بالا walk straight ahead همینجور مستقیم ادامه بده going برو داخل go through برو اون بین برو بین اونجا go through go through it's on your right سمت راستت it's on your left سمت چپت هست پس این عبارت ها هم بلد باشید مکانهای مختلفی که داخل ساختمونه دیپارتمنت به معنی بخش دپارتمان ادمینستریشن آفیس دفتر مدیریت هال Hall, یا هالوی به معنی راه رو روم سرویس بهداشتی بیلدینگ ساختمان کاپی سنتر به معنی بخش تکثیر ریسپشن به معنی پذیرش لبرتوری به معنی آزمایشگاه cafeteria به معنی کافه، classroom کلاس، class, recreational areas یعنی نواحی تفریحی ورزشی مثلا توی دانشگاه، توی حیات دانشگاه یه منطقه داریم بهش میگیم recreational area. campus به معنی حیات یا همون پردیس دانشگاه، lunch room به معنی ناهارخوری، conference room اتاق کنفرانس بریم جلوتر بچه ها چند تا نمونه سوال و جواب با هم کار بکنیم اولی Where is the restaurant? میگه It's at the end of the hallway to the right آخر راه رو سمت راست Excuse me, where are the restrooms? دستشویی کجاست؟ Turn right at the end of the hall آخر راه رو به پیش دست راست Can you tell me where the public telephone is? میتونی به من بگی تلفن عمومی کجاست؟ Go up to the fifth floor برو طبقه پنجم پس میخوام بگیم طبقه اول میگیم first floor طبقه دوم second floor third floor fourth floor fifth floor Do you know where the English class is straight ahead on the right? مستقیم برو دست راست Please give me the directions to the elevator. لطفا مسیر آسانسور رو به من نشون بدین. The elevators are straight ahead on the left مستقیم دست چپ What are the directions to the administration office؟ میشه لطفا مسیری که برای اتاق مدیریت هست رو به من نشون بدید میگه take the stairs down پله ها رو برو پایین to the basement برو به زیرزمین basement یعنی طبقه همکف to the basement. basement take the stairs to the basement What is the way to the gym? یعنی مسیر جیم کجاست؟ مسیر باشگاه کجاست؟ میگه take the elevator up to the top floor یعنی آسانسور رو سوار برو طبقه بالایی بالا take the elevator up اگه بخواه بگی بیا پایین take the elevator down take the stairs up take the stairs down take the escalator up take the escalator, take the escalator down یه نمونه مکالمه بچه ها توی هتل کار بکنیم uh, Good morning, how can I help you? چطور میتونم به شما کمک کنم؟ Can you tell me where the bar is? میشه من بگی بار کنجاست It is near the dance room نزدیک دنس روم Could you tell me how to get to the bar? میشه من بگی حالا چه جوری برم؟ میگی the bar receptionist یا همون پذیرش گفته The bar is on the second floor طبقه دومه Please go straight along the hallway, راه رو رو مستقیم برو, take the escalator up one floor. یه طبقه با پله برقی برو بالا. The bar is on your left. یعنی بار سمت چپته. Guest میگه, "Thanks a lot." Receptionist میگه, "Your این هم از این بچه ها یک مکالمه هم با هم کار کردیم که بدونید چجوری هست مکالمه توی این موضوع و امیدوارم که از این درس لذت برده باشید حتما نظراتتون رو واسم توی کامنت بنویسید ویدیو رو لایک بکنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر که دوست دارید زبان انگلیسی رو به راحت ترین روش و مکالمه انگلیسی رو به سریع ترین روش یاد بگیرید دوره فوتوفن مکالمه یک دوره فوق العاده است اگر که میخواید زبان انگلیسی رو مکالمه محور یاد بگیرید و توی دو ماه مکالمه انگلیسی رو تا سطح متوسط رو به بالا صحبت بکنید میتونید توی دوره فوتوفن مکالمه شرکت بکنید این دوره یک دوره آفلاین هست و توسط تیم ها برگزار میشه و سبک آموزش به همین روش هست گروه تمرین مکالمه و رفع دارین پشتیبان دارین که تمام تکالیف و تمرینات شما رو بررسی میکنن دو نفر پشتیبان دارین به همراه خودم که در طول دوره توی این دو ماه همراهتون هستیم و این هم اطلاعات برای ثبت نام پس برای ثبت نام دوره تضمینی دو ماهه مکالمه من عدد هفت داخل واتساپ بفرست که اطلاعات دوره رو دریافت بکنید و ثبت رو زودتر انجام بدید خیلی ازت ممنونم که تا آخر شما همراه بودیم امیدوارم این ویدیو واسه مفید بوده باشه شما رو به خودم خدا میسپارم خدا نگهدار